درختان پسته هر چیزی که برای رشد آن باید بدانید پسته به تابستانهای طولانی گرم و خشک و سرما در زمستان نیاز دارد اما یخ زدن زمین را تحمل نمی کند آنها به حدود هزار ساعت دمای تجمعی در دمای 45 درجه فارنهایت یا کمتر از آن در طول خواب خود نیاز دارند. محیط باید خشک باشد. درختان پسته در مناطقی با رطوبت بالا عملکرد خوبی ندارند. عمر درخت پسته عمر طولانی دارد و ممکن است تا 300 سال عمر کند. درخت پسته درختی خزان پذیر با عمر طولانی و کند رشد است. که ارتفاع آن به 20 الا 33 فوت یا 6 تا 10 متر می رسد. درخت پسته درختی دو پایه است. به این معنی که یک درخت پسته میتواند فقط گلهای نر یا گلهای ماده داشته باشد. به درختانی که گلهای نر تولید می کنند درخت پسته نر و آنهایی که گلهای ماده تولید می کنند درخت پسته ماده گفته می شود. آبیاری یک الگوی رایج آبیاری آبیاری درختان جوان در زمستان بلافاصله پس از کاشت و سپس هشت بار در طول اولین فصل رشد تا پاییز است در سالهای بعد آبیاری از بهار تا پاییز در طول چهار تا هشت جلسه انجام می شود. اما در باقات پسته سازماندهی شده بیشتر از آبیاری قطره استفاده می شود. سیستم آبیاری قطره باید به دقت طراحی شود و همچنین قبل از کاشته درختان جوان ساخته شده تا برداشت را تضعیف نکند. بهترین خاک درختان پسته در همه نوع خاک خوب عمل می اما در خاک های نسبتاً نسبتا عمیق، سبک، خشک و لومی شنی با غلیزت کلسیوم کربونات بالا به خوبی رشد می آنها خاک های مرتوب و سنگی را تحمل نمی کنن. خاک با زهکشی خوب ضروری است. گونه ها بیشتر از صد گونه متفاوت در حال حاضر بجز گونه های موجود در ایران چهل و پنج گونه مردانه و سی گونه زنانه حفظ شده است. آنها همچنین دارای شش گونه و بین گونه هیبریدی هستند. نوردهی درخت پسته به آفتاب کامل نیاز دارد و در آب و هوای گرم و خوش رشد می کند. این درختان گرما را دوست دارند. دمای مطلوب برای درخت پسته در حدود 38 درجه سانتیگراد است. با وجود دوست داشتن چنین دمای گرمی در بخشی از سال به دمای سردتر 7 درجه سلسیوس یا کمتر نیاز دارد. دما درختان پسته در یک آب و هوای نیمه بیابانی خشک با تابستانهای طولانی خشک و گرم رطوبت کم و زمستانهای خنک اما نه سرد بهترین رشد را دارند و بیشترین آجیل را تولید می کنند. در طول فصل رشد درختان پسته با گرما رشد می کنند. دمای تابستان در حدود 37 درجه سانتیگراد مقادیر زیادی از بهترین آجیل را تولید می کند. تکسیر و قلمه گیری درختان پسته را می توان از طریق جوان زدن روی پایه در پاییز تکسیر کرد. با این حال موفقیت می دشوار باشد. بسیاری از مردم برای تضمین موفقیت به جای آن نهال می کوددهی قبل از افسودن هر کود مهم است که با انجام آزمایش خاک بدانید که ممکن است خاک شما چه کمبودی داشته باشد. اگر فاقد نیتروژن، فسفر یا پوتاسیوم است می توانید کود دهی را متناسب با نیاز درختتان به مواد مغذی تنظیم کنید. بهتر است کود را در اواخر زمستان تا اوایل بهار استفاده کنید. تا برداشت پرباری داشته باشید. کوددهی عالی درخت پسته را می توان با افسودن کود دامی مدیریت کرد. بسیاری از کشاورزان در هر یک یا دو سال ده تا 20 تن کود در هکتار اضافه می کنند. یک هکتار برابر است با ده هزار متر مربع یا دو ممیز هفت جریب. آفات رایج اگر درخت پسته شما در شرایط بیش از حد مرتوب نگهداری شود که از طریق آبیاری فاصله گذاری یا آب و هوا رخ می دهد می تواند منجر به بیماری به نام آلترناریا یا لیت بلایت شود که در آن هاکهای های سیاه روی ضایعات شاخ و برگ ایجاد می شود همچنین می تواند در بهارهای مرتوب به ویژه برای درختان نر مشکل ساز شود آسیب ورت سیلیوم داهلیای که یک قارچ خانگی است میتواند به ویژه مخرب باشد و حتی باعث مرگ درخت شود کاشته های مقاوم میتواند به شما کمک کند تا مطمئن شوید مشکلی را که باید با آن روبرو شوید برطرف کنید بهترین پهاش یک درخت پسته موفق اگر در محدوده پهاش هفت و 1 تا هفت و 8 ده نگهداری شود، یک سال در میان میوه میدهد. درخت پسته با داشتن محیط کمی غلیایی در واقع با تغییراتی در پهاش آن مقاوم است و در صورت لزوم میتواند غلیاییت بالاتری را تحمل کند. با راهنمای سبز، با رفتار گیاهان و طبیعت اطراف خود بیشتر آشنا شوید. هر سوالی که در زمینه کشاورزی دارید، می توانید در قسمت نظرات از ما بپرسید. برای ویدیوهای بعدی ما را دنبال کنید تا راهنمای سبز دیگر بدرود.